سلام خدمت شما و خدمت تمام بینندگان عزیز 90 دارم و خیلی خوشحالم. و اون برنامه اسمسی که تهیه دیده بود لطف مردم بود، واقعا خیلی تشکر میکنیم از تمامی مردم که در همه حال واقعا یار و یاور ما توی این مدت بودن. از آقای فردوسی هم تشکر ویژه‌ای دارم که واقعا توی این مدت 2 ساله واقعا همیشه با ما در ارتباط بود و ارتباط خیلی نزدیکی با هم داشتیم. واقعا من شرمنده مردم هستم که اون گزینه واقعا گزینه مناسب نظر بود که آقای فردوسی و 90 این کار رو کرد. شما هیچ موقع زیبا حرفه، واقعا زور نرفتم، اون دوست هم زندگی ساده ای داشت. از هفته پیش که از بیمارستان منتقل شدم به خونه تا حدودی وضعیت نسبتاً بهتری داشتن. نسبت به 2 سال پیش به نظر من خیلی بهتر شد، فقط صحبت کردم یه ذره مشکل داره. خب پزشکاش کاملاً زیر نظرش دارن، همیشه در تماس هستن و اگر لازم باشه هر لحظه اگه لازم باشه هم اونا میتونن بیان توی منزل، هم ما میتونیم بریم بیمارستان. در مجموع اینه که ما امیدوار هستیم که با تلاشی که دکترها دارن انجام میدن وضعیتش از اینی که هست بهتر بشه. یه مقدار مشکل جسمانی ضعف قوای بدنیه که انشالله اونم با تجویزی که دکترها دارن انجام میدن به مرحله بهتری برسه. اینم خداوند کمک خواهد کرد، چون من اعتقاد آقای مظلومی الان همش نگران فسنده است و میگن که ایشون فسنده سمرای بساد نخواهد بود. به عنوان رئیس کمیته فنی مورد انتخاب شما هست؟ آقای مظلومی باید باشه، چون تیم نزیجه بدی به نظام نگرفته. تیمی که دقیقه اول فصل گرفته دوم جلبت شده و سهمی آسیان به نظام کسب کرده که ایشاره بسونه باشه برای فصل بعدم بتونه قهرمان تهران بشه، قهرمان ایران بشه و میتونم این کار بکنه. به نظر من چون شما ستاره جمع بکنید دور هم دیگه بگن تو خیلی خوبی، این فایده نداره. شما اگر تونستی، من هم یه مثال میدم تو اسپانیا، مثال میدم راسینگ ساندرز رو بگیری تیمه 12-13 همه جدول یاد 6 همه جدول کنه میگن مربی عالی هستی، خوب کار کردی، نه اینکه بارسلون که قهرمانه بگیری قهرمانش کنه.